سلام، سلام به شما عزیزان. هر کجای جهان هستید و درهای خانه های خود رو به روی تفسیر خبر گشوده اید. جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن همراه شما خواهم بود. از واشنگتن که شاهد آخرین روزهای ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ است و منتظر ریاست جمهوری جو بایدن. اما این تغییرات چه تحولات و تغییراتی در نگاه واشنگتن به حکومت ایران خواهد داشت؟ آقای پومپئو، مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا در سخنان روز گذشته خود بار دیگر بر حمایت حکومت ایران از تروریسم تأکید کرد و اعلام کرد که عبدالرحمن المغربی نفر دوم در القاعده در تهران به سر می‌برد و زیر چتر حمایت جمهوری اسلامی قرار دارد. برای کسب اطلاعات درباره عبدالرحمن المغربی چند میلیون دلار، 7 میلیون دلار جایزه تعیین شده است. همزمان در سوریه هواپیماهای اسرائیلی مواضع اعزامی‌های جمهوری اسلامی در سوریه را بمباران کردند. گفته می‌شود دست کم 16 نفر از پاسداران اعزامی جمهوری اسلامی کشته شدند. و پیامدهای فتوای آیت الله خامنه‌ای در مورد خودداری از ورود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی به ایران و خبرهای دیگر بر همین محور. در بخش نخست برنامه آقای امیر طاهری بعد از مدت نسبتاً کوتاه غیبت میهمان من و شما هستند در تفسیر خبر و در بخش پایانی برنامه ادامه سخنان مرا خواهید داشت درباره صدای آمریکا و تغییرات در آن و آنچه که در این نهاد رسانه یا این رسانه دولتی در آمریکا می‌گذرد. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای طاهری گرامی خوش آمد. خواهش میکنم. آقای طاهری، نیاز به معرفی بیشتری ندارم، برای شما عزیزان همه چهره آشنا هستن. سردبیر پیشین کیهان چاپ تهران، نویسنده چند و چندین کتاب در زمینه‌های مختلف به ویژه در ارتباط با خاورمیانه و مقالات بسیار بسیار در نشریات غیر فارسی زبان انگلیسی، فرانسه و بیوگرافی و شرح فعالیت هایشون طولانی تر از وقت برنامه. آقای طاهری عزیز، به آنچه که مایک پومپئو گفت روز گذشته حمایت حکومت ایران از تروریسم از القاعده، تا چند از این اطلاعات موثق هست؟ تا چند و چه منافعی داره حکومت ایران در حمایت از یک تشکیلاتی که بنیانگذارش و رهروانش اهل سنت هستن؟ البته می‌دونید من اطلاع مستقیم و شخصی از این ارتباطات ندارم، ولی در این زمینه سال هاست که صحبت میشه. کمیسیونی که بعد از جریان حمله به آمریکا، یعنی 9/11 معروف، در کنگره آمریکا تشکیل شد، هنوز هم گزارش نهاییش در دسترس هست، میتونین برین روی اینترنت بخونین. اشاراتی داره که جمهوری اسلامی لاغر با بعض مقامات القاعده مماشات کرده و بهشون امکان داده که برن و بیان و غیره. از نظر ایدئولوژیک البته تصور سخت هست که جمهوری اسلامی که خودش رو پرچمدار تشیع میدونه بتونه با یک گروه افراطی سنیگرا که ظاهراً دشمن شیعیان هست همکاری بکنه، ولی این نوع همکاری های ایدئولوژیک یا جمع ازداد رو در تاریخ خیلی دیدیم. مثلا استالین با هیتلر یک پیمان دوستی و همکاری امضا کرد قبل از اینکه هیتلر بهش حمله بکنه، در حالی که هیچ کس تصور نمی کرد که بین نازیست و کمونیست بشه یک تفاهمی رو به وجود آورد. از این گذشته ببینیم مثلا جمهوری اسلامی در جریان ماورای قفقاز از ارمنستان حمایت میکنه علیه آذربایجان شیعه، در جریان اویغورها از چین کمونیست حمایت میکنه علیه اویغورهای مسلمان،
در برمه و روهینگیا همینجور. یعنی میشه مسائل ایدئولوژیک رو کنار گذاشت. مثلا جمهوری اسلامی یه مدتی سعی میکرد که با طالبان مبارزه بکنه، ولی بعدن چون طالبان در اون موقع از طرف پاکستان و کشورهای عرب حمایت میشدن، ولی وقتی طالبان ضد آمریکایی شدن روابط با جمهوری اسلامی بهتر شد و در این تردیدی نیست که طالبان از کمک جمهوری اسلامی بهره بردن. بسیاری از رهبرانشون در تهران زندگی میکردن و گروه های دیگه افغان، مثلا حزب اسلامی آقای گلبدین حکمتیار که یه حزب سنی شدید ضد شیعه و ضد ایرانی هست، سالها در ایران پناهگاه داشت. آقای حکمتیار در ایران فعالیت میکرد، یه شرکت حمل و نقل درست کرده بود. یعنی میدین از نظر ایدئولوژیک برای جمهوری اسلامی به خصوص شخص آقای خامنه‌ای فقط ضد آمریکایی بودن مطرح است، هیچ چیز دیگه ای مطرح نیست. اینو در زمینه جریان واکسن ها هم دیدیم. ایشون میگه که واکسن آمریکایی و انگلیسی و فرانسوی نه، ولی هر واکسن دیگه بیاد عیبی نداره. یعنی برخورد ایشون برخورد یک رهبر یک دولت و یک کشور نیست، بس که برخورد رهبر یک ایدئولوژی یا یک فرقه مسلکی است. بله، این هم گفته میشه که سودی هم در میون هست، جلوگیری از ورود واکسن های آمریکای انگلیسی، چون دستو باز میذاره برای بنیاد مستضعفین که گفته میشه وارد کننده واکسن های چینی و روسی هست. اونجا چه سود و منافعی هستش؟ این بحثی است که حتما اطلاعاتش در آینده بیرون خواهد آمد. اما آقای طاهری، ببینین تغییرات در آمریکا، یعنی تغییر رئیس جمهوری، آمدن آقای بایدن به جای پرزیدنت ترامپ، خیلی چشم امید جمهوری اسلامی به این تغییر داره، در حالی که چونی به نظر نمیرسه. حتی خود آقای بایدن گفته که من ادامه دهنده سیاست اوباما نیستم، اون جریان عوض شده، به خصوص اینکه الان وزنه بسیار سنگینی در خاورمیانه هست. روابط عادی شده اسرائیل و چند کشور جنوب خلیج فارس وزنه جدید و سنگینی هست در معادلات خاورمیانه. و بعد حکومت ایران در شرایطی آیا هست که شرط و شروطی تعیین کنه برای آمریکا؟ علی لاریجانی معاون خامنه‌ای گفته که اگر میخوان بازگشت به برجام، آمریکا باید تمام تحریم‌ها رو یک جا لغو کنه. نگاه شما رو جوی هستیم. بله، به هر حال می‌دونید در این مناسبات جمهوری اسلامی و ایالات متحده، نکته‌ای که نباید فراموش بشه این است که جمهوری اسلامی در موقعیت و موزه عکس‌العملی قرار داره، یعنی هیچ ابتکار عملی نمیتونه بکنه. ابتکار عمل در دست آمریکایی‌هاست و دیدیم در این 40 سال گذشته هر وقت آمریکایی‌ها خواستن با جمهوری اسلامی کنار بیان یا لاس بزنن زدن، هر وقت نخواستن نزدن. بنابراین حرفایی که در تهران زده میشه، از جمله خود آقای خامنه‌ای که 3 تا شرط گذاشتن، گفتن اول ایالات متحده بایستی تمام تحریم ها رو برداره، بعد به ما غرامت بپردازه برای صدماتی که دیدیم، بعد وارد برجام بشه، در حالی که ایالات متحده کوچکترین نفعی نداره در وارد برجام بشه، چون برجام اصولا به ایالات متحده مربوط نمیشه. برجام راجب این است که ایران یه کارایی رو نباید بکنه و اگه یه کارایی رو نکرد، اون وقت بعض تحریم ها که علیهش هست، اونم نه همه تحریم ها، معلق خواهند شد، اونم نه حذف خواهند شد. بنابراین این آمریکایی ها میتونن بشینن هیچ کاری هم نکنن، همین وضع موجود رو ادامه بدن. اما در مورد آقای بایدن فراموش نکنیم که در این تحدید نیست که بایدن به هیچ وجه اوباما نیست. در واقع موقعی که آقای اوباما بایدن رو به عنوان معاون ریاست جمهوری انتخاب کرد، به عنوان نامزد معاونت ریاست جمهوری، برای این بود که در داخل حزب دموکرات این تصور بود که اوباما نماینده جناح چپ هست، بایدن نماینده جناح راست است. اوباما نماینده جناح ضد اسرائیلیه، بایدن که بارها گفته من افتخار میکنم که صهیونیست هستم، نماینده طرفداران اسرائیل. یعنی این از اول قضیه کاملا روشن بود.
از این گذشته میدین اوضاع عوض شده، مال دیگه 10-12 سال پیش نیست. جمهوری اسلامی در موضع ضعف قرار داره، اهمیت نفت کاسته شده، روابط اسرائیل با عرب بهتر شده، داعش سرکوب شده، طالبان مهار شدن. یعنی در این مجموعه جمهوری اسلامی چیزی نداره که بخواد عرضه بکنه، یعنی در اگر داد و ستدی قرار بشه. یعنی من نمی‌بینم که نفع آقای بایدن چه خواهد بود که بیاد کوشش بکنه جمهوری اسلامی رو از این هچلی که خودش درست کرده بیاره بیرون. البته یه نکته هست و اون این است که در داخل ایالات متحده و در داخل حزب دموکرات یک جناحی هستن، از اول هم میدونن، از 40 سال پیش هم بودن، که فکر میکنن حل مشکل ایران کمک هست به مثلا انقلابیون معتدل، یعنی گروه های مماشاتگر، اصلاح طلب و غیر. آقای ظریف هم میدونی سالهاست میومد در نیویورک، میگفت که اگه به ما کمک کنین اون بدجنس ها و تندروها رو میندازیم بیرون، برمیگردیم. میدونیم مثلا در این زمینه خانم عادل خواه که الان یکی از گروگان ها هست در تهران، اصلا یک کتاب نوشته به اسم ایران به طرف اعتدال، یعنی ترمیدور در ایران، که مثل انقلاب فرانسه که بعد از یه مدتی شدید بود افراد عاقل اومدن سر کار، افراد محتاط، افراد لیبرال، و یواش یواش قضیه رو درست کردن. این جنس رو آقای موسوی، میرحسین موسوی هم به آمریکایی‌ها عرضه کرد، آقای هاشمی رفسنجانی به آمریکایی‌ها عرضه کرد. میدونید که داستانش همه میدونین، مفصل، کتاب‌های زیادی هم رجبش نوشته. یه گروهی هنوز در واشنگتن این امیدوار رو دارن که ما بیاییم کمک کنیم به جناح اصلاح طلب، اینا در انتخابات ریاست جمهوری چند ماه دیگه پیروز بشن، خامنه ای رو بذارن کنار، عذرش یه جوری بخوان، یه هیئت مجمعی درست کنن به عنوان ولایت فقیه که ولی قدرت اجرایی نداشته باشه. این تمام این سناریو هست، ولی به نظر من هیچ کدوم از این سناریوها عملی نیست در ایران. الان جمهوری اسلامی به یه جایی رسیده که با بزک و توالت سطحی کارش درست نمیشه، یه مسئله ریشه‌ای هست و این مسئله رو به نظر من آقای بایدن و رفقاش خواهند فهمید. یه نکته دیگه هم بگم خدمتون، کسانی که دور و بر آقای بایدن هستن سابقه شدید ضدیت با ایدولوژی خمینیست داشتن همیشه. این وزیر خارجه آینده پدر زنش ساموئل بیزار که من در موقعی که در پاریس بود میشناختمش، یکی از بازماندگان هولوکوست بود. میدونین بعد کنگره آمریکا به عنوان شهروند انتخابش کرد برای احترام به قربانیان نازیسم. حالا در یه همچه شرایطی من فکر میکنم دامادش بیاد بگی که حالا ما میخواییم با کسانی کنار بیایم که مجلسشون یک لایحه گذرونده برای نابودی اسرائیل و گفته بیاین برنامه ریزی بکنیم. یعنی میدونی خیلی ساده لوحانه خواهد بود که بگیم فردا آقای بایدن میاد میگه خیلی خوب شما هر کاری میخواین بکنین، عیبی نداره، منم تمام تحریم ها رو برمیدارم. بله، این خود آقای بایدن همونطور که اشاره کردن به این نکته پرداخته که به هر حال دوران اوباما نیست، و این صدایی که شما اشاره کردین، گروهی که در واشنگتن هست در عرصه سیاست واشنگتن و حمایت از اصلاح طلبان، شنوندگان کمتری دارن، به خصوص بعد از اینکه در تهران و شهرهای دیگه شعار داده شد که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، در اینجا هم بازتاب یافته. پژواهی که این صدا در واشنگتن هم بوده و شنیده شده قطعا بدون هیچ تردید. اما در این وسط آقای طاهری به طور کوتاه بفرمایید که تا چه اندازه این وزنه جدید، آیا وزنه هست و چه اندازه، اگر وزنه هست که به نظر میرسه هست، روابط عادی شده اسرائیل و عرب تا چه اندازه مهمه در تصمیم گیری ها و در نگاه کاخ سفید به اوضاع خاورمیانه، در نگاه کاخ الیزه، در نگاه شماره 10 داونینگ استریت به اوضاع خاورمیانه، معادلات خاورمیانه، تا چند از این وزنه تازه متولد شده مؤثر هست؟ یعنی آیا مانع بزرگی خواهد بود در راه هر گونه سازش ملاحظه خواهد شد یا خیر؟
ببینید جمهوری اسلامی در زمینه خاورمیانه کاملا منزوی هست، یعنی هیچ قدرت منطقه‌ای یا بین المللی از مواضع جمهوری اسلامی حمایت نمی‌کنه. قدرت های بزرگ اروپایی و همچنین روسیه و چین و بقیه همواره خواستار این بودند که بین اعراب و اسرائیل صلح بشه و مسئله فلسطین حل بشه. این کار داره یواش یواش انجام میشه. الان برای اولین بار میشه گفت که اکثریت اعضای اتحادیه عرب یا روابط مستقیم و کامل با اسرائیل دارن یا روابط غیر رسمی ولی دوستانه دارن. هیچ کشور عربی دیگه نمیگه من میخوام اسرائیل رو از صحنه حذف بکنم، حتی بشار الاسد هم اینو دیگه نمیگه، حتی حوثی‌های یمن هم اینو دیگه نمیگه. این خیلی دستاورد بزرگی. از این گذشته یه واقعه مهم دیگه هم داره اتفاق میفته. هفته گذشته سازمان آزادی بخش فلسطین که الان در ساحل غربی اردن روی کار هست، یه نوع دولتی رو اداره میکنه، اعلان کرد که در سال جاری برای بعد از 15 سال انتخابات انجام خواهد شد و این انتخابات امکان خواهد داد به کسانی که میخوان یک فصل جدیدی رو باز بکنن، یعنی اون نسل ابو مازن یا ریقاد و غیر و اینا باید برن کنار و یک نسل جدیدی بیاد سر کار و این نسل جدید با واقعیات موجود روی زمین باید کار بکنه. واقعیت موجود روی زمین این است که هیچ کشور عربی حاضر نیست با اسرائیل وارد جنگ بشه به خاطر فلسطین. جمهوری اسلامی هم همچین توانایی نداره که بیاد اسرائیل رو از صحنه حذف بکنه و بعد زمینای موجود رو بده به فلسطینی، اگر زمینای موجودی موجود باشه در اون موقع. یعنی تمام گرایش ها در حال حاضر به طرف حل این مسئله است. روسا هم از این موضوع حمایت کردند. یعنی پوتین شدیداً از این گفت و شنود بین اعراب و اسرائیل حمایت میکنه و خیلی علاقمند هست که انتخابات انجام بشه در مناطق فلسطینی و یک نیروی جدید فلسطینی بیاد سر کار که بتونه با اسرائیل راجع به مسئله ایجاد دو دولت کنار بیان. یعنی همه دنبال یه راه حل دیپلماتیک و سیاسی هستن. تنها جمهوری اسلامی هست که روی یک راه حل حذفی هست، یعنی میخواد یک کشوری رو از صحنه حذف کنه. یعنی این واقعا در قرن 21 و در شرایط کنونی به نظر من استراتژی صحیحی نیست برای هیچ کس. دولت کرانه باختری رود اردن، دولت محمود عباس، دولت خودگردان فلسطینی که اشاره کردن به طور نمادین، نسل ابو مازن صاحب رقابت که درگذشت در سالی که گذشت و دیگرانی که کنار رفتن سال هاست، نبیل شصت و بقیه‌ای که عملا دیگه در عرصه سیاسی نقش چندانی نداره. آقای طاهری گرامی، در یه همچین شرایطی سال هاست هزینه بسیار گزافی برای اعزام پاسداران، نیروهای که بر اساس احساسات مذهبی احتمالاً برانگیخته شدن، حتی افغانهای گرامی رو فرستادن لشکر فاطمیون به سوریه برای حفظ حرم. این حرم چرا باید ایرانی ها حفظ کنن و اساساً چه نیازی به حفظ داره؟ حرم جاییست که محترم بوده، حتی برای اهل سنت مقدسات شیعه مورد حمله چندانی قرار نگرفته بود در حوزه داخلی سوریه. به هر حال و سوریه میبینیم هر روز هر زمانی که میل کنه نیروی هوایی اسرائیل سرکوب میکنه، میاد و اخیراً هم بمباران کرده و هیچ واکنشی ما نمیشنویم. این سیاست واقعاً چه هدفی رو دنبال میکنه؟ این نظام نیروها در دیر زود که معاملات ملکی در اونجا عملا باز کردن، گفته میشه سپاه پاسداران و بقیه و بله. ببین استراتژی جمهوری اسلامی نه تنها در مورد سوریه بلکه در مورد کل خاورمیانه از اول اشتباه بوده، برای که جمهوری اسلامی دنبال این بوده که بقیه منطقه رو، یعنی تمام خاورمیانه رو شبیه به خودش بکنه. این یک کار غیر ممکن است، برای که نیروهای که در صحنه سیاسی خاورمیانه حضور دارن در این مسیر نمیتونن حرکت بکنن.
از نظر مذهبی اکثریت سنی هستن، ما شیعه هست، بنابراین نمیتونن رهبری ولی فقیه ایران رو به عنوان رهبر کل مسلمین جهان قبول بکنن. از نظر سیاسی هم سه نیروی بزرگی که تو جهان عرب بوده در این 100 سال گذشته عبارت بودند از بعثیون، یعنی ناسیونالیستای عرب با گرایش‌های فاشیستی که شدیداً ضد ایران هستند. مثلا شما الان نمیدونم، ولی من هر وقت تو دمشق رفتم دیدم نقشه هایی که روی دیوار هست، از جمله اصلا روی دیوار آقای حافظ الاسد خلیج عربی درش نوشته شده. یه قسمتی از ترکیه یعنی الاسکندرون رو جز خودشون حساب کنه. یعنی نمیگم خوب یا بدش کاری ندارم، ولی یک چیز شدید ضد ایرانی و ضد ترک و ناسیونالیستی عرب وجود بوده. دومین گروه فعال کسایی بودند که گرایش‌های کمونیستی مختلف داشتند. مثلا در بعض مواقع احزاب کمونیست سوریه و عراق بزرگترین احزاب سیاسی در کشورهای عرب بودند. نیروی سوم نیروهای پان عرب بودند، یعنی ناسیونالیست‌ها، کسایی که می‌خواستن تمام این 22 کشور به اصطلاح عرب رو متحد بکنن و یک امپراتوری عرب جدید درست کنن، که اونا هم احساسات شدید ضد ایرانی داشتن، با اینکه مثلا ناصر زنش هم ایرانی بود، مال اصفهان بود، ولی برای فروش فکر پان عربیسمش به ایران دشمنش، که اونم میدونیم با اومدن سادات تموم شد رفت. یعنی جمهوری اسلامی بعد با این سه نیرو در خاورمیانه رقابت بکنه. بعد البته میدونین در سالهای اخیر یه نیروی چهارم هم به وجود اومده که اسلامیستا هستن، اسلامیستای شدید سنی از اخوان المسلمین گرفته که بعد از سرکوب دوباره اومدن تا طرفداران خلافت اسلامی و غیره. بنابراین جمهوری اسلامی نمیتونه بقیه منطقه رو شبیه به خودش بکنه، ولی یه کاری میتونه بکنه، چه جمهوری اسلامی باشه چه ایران، که با منطقه مناسبات خوبی داشته باشه. این کار رو میشه کرد، زمان شاه این کار انجام شده بود. ایران با تمام کشورهای منطقه روابط خوبی داشت، هیچ کس دشمن ایران نبود، برای که ما نمیخواستیم چیزی رو تحمیل کنیم به اینا از نظر ایدئولوژیک یا از نظر فرهنگی یا از نظر مذهبی. در مورد حرم هم که گفتین، میدونیم ما در سوریه یه حرم حضرت زینب هست، سید زینب هست، یه دو سه تا هم نمیشه گفت حرم ولی آرامگاه های شخصیت های اسلامی هست، مثلا شهاب الدین سهروردی خودمون که میدونیم نمیشه بهش گفت جنب مذهبی داره، فیلسوف بوده، ولی هیچ کس هیچ وقت به اینا حمله نکرده، یعنی هیچ وقت اینا در هیچ خطری نبودن، نه از طرف داعش، نه از طرف بعثی ها، نه از طرف کمونیست ها، اینا همیشه بودن. تنها حمله ای که به حرم های مورد علاقه ما یعنی شیعیان شده، یکی در سامره بود در عراق که مثلا داعش یه حمله ای بهش کرد، و یکم یه کوشش، اونم کوشش ناموفق برای آتش سوزی در کربلا، ولی اینم مشکوک هستش، برای اینکه در اون منطقه سنیایی وجود ندارن که این کارو بکنن. احتمالش این است که یه گروه رقیب شیعه این کارو کرده علیه یه گروه رقیب دیگه. از این گذشته تمامی سرنوشت یک کشور 80 و چند میلیونی رو نمیشه برای حفظ چند تا حرم واقعا قربانی کرد، به خصوص حرمایی که چندین بار ویران شدن. مثلا 1802 میلادی در حمله اخوان به جنوب عراق، کربلا و نجف و همه اینا رو خراب کردن، بعد ایرانی اومدن زمان ناصرالدین شاه دوباره ساختنش. یعنی میدونید اینا واقعا مال یه دنیای دیگه ایه، مال یه فرهنگ دیگه ایه. خب همینجا نکته همین آقای طاهری که ببینید این همه شعار علیه اسرائیل، این همه اسرائیل باید نابود بشه، پیامدهاش برای مردم ایران بوده، پیامدهای بسیار بسیار گران قیمت در سفره و زندگی روزمره مردم، این همه خوروندن به دولت سوریه، چه در دوران حافظ الاسد چه در دوران پسرش، نفت مجانی، نفت ارزون قیمت که به دستور خمینی به اصطلاح شروع شد، که بابت اون نفت ارزون قیمت هم برای بینندگان من توضیح میدم که سن نارپولی به ایران داده نشد، میلیارد ها بدهکاری، و بعد رفتن در اونجا خود سوریه که تا به حال یک گلوله
امیدواریم جنگی در نگیره، ولی با همه ادعاها هیچ گلوله اقدامی علیه اسرائیل انجام نداده، سرش کرده در لاک خودش و کارهای خودشو میکنه. چرا این حکومتی هم رفته اونجا آدم فرستاده، همه اینا هر روزم تو سری میخوره و همچنان ولی به شعارهای خودش ادامه میده. بعد ببینید دو تا مطلب اینجاست. یکی این که بالاخره میدونید جمهوری اسلامی وقتی ادعای رهبری جهان اسلام رو داره و میخواد نمیدونم همه خمینی نیست بشه، باید یه کاری بکنه میدونید، و داره این کارهای کودکانه رو اتحاد شوروی هم در زمان خودش میکرد، چین ماویستی هم میکرد، کوبای کاستریستی هم در زمان خودش میکرد. ولی یه نکته دیگه هم هست که میدونی من جال نمیخوام به کسی اتهام بذارم چون واقعا اطلاعات شخصی ندارم، ولی اشاراتی بوده که این مبالغ هنگفتی که جمهوری اسلامی در سوریه خرج کرده یا سرمایه گذاری کرده، بالاخره یه فسادی هم توش هست. تیمسار نقدی که میدونی هماهنگ کننده سپاه هست میگه که ما 17 میلیارد دلار در سوریه خرج کردیم. این 17 میلیارد دلار پول زیادیه، یعنی در طی 11 سال گذشته سالی 800 میلیون دلار به فقط حزب الله در لبنان میدیم. حالا مبالغی که صرف حوتی ها و دیگر رو میکنیم نمیدونم چی، یعنی به عبارت دیگه تیمسار سلیمانی یا سردار سلیمانی پول هنگفتی در اختیارش بوده میدونین، و پول هنگفت همیشه امکان فساد رو به وجود میاره. چند نمونهش رو تیمسار رحیم صفوی گفت، فرمانده سابق سپاه پاسداران، گفت مثلا ما موفق شدیم که کنترل بعض معادن فسفات رو در سوریه به دست بیاریم و معاملات فسفات بکنیم، و حالا قراره که در یک شرکت تلفن همراه هم سرمایه گذاری بکنیم. از این گذشته تیمسار قاهانی جانشین تیمسار سلیمانی یا سردار سلیمانی از فعالیت‌های وسیع سلیمانی برای بازسازی حرم‌ها در عراق صحبت می‌کنه. ببینید اینا 1% از ارزش اتومبیل‌های وارداتی در ایران رو از گمرک می‌گرفتن، برای این کار صرف می‌کردن. بعد میگه که در سراسر ایران گروه‌های درست کرده بودن که از مردم پول جمع می‌کردن برای ذریع‌سازی و نمی‌دونم تغییر گنبد و از این حرفا، طلا کردن و از این جور چیزا. ببینید یعنی این، حالا اینم باز خدا شده نمیخوام به کسی اتهام بزنم، ولی چیزایی است که میگن. خب ببینید در وقتی همچین پروژه های میلیاردی مطرح است، خب یه عده میخورن توش، در این تردیدی نیستش. ببینید بنابراین به نظر من جمهوری اسلامی یه کاری کرده که ایران قربانی شده تو این جریان، یعنی منافع ایران قربانی شده در این. شما هر چقدر که بخواید اتهام نزنید، آقای طاهری اخبار و اون چی که در سطح حتی به چشم عادی هم میاد نشون دهنده همین حیف و میل هایی هست که به بهانه های مختلف انجام شده. و اخیراً هم در حسینیه فاطمه در کاظمیه عراق منبری ساخته شده که تزیناتش طلا بوده، طلای خالص بوده که صدها هزار دلار قیمت داشتی، که بین اختلافاتی که از در درون همین گروه های شیعه دار و دسته مقتدی صدر رفتن و اونو خراب کردن و گفتن به اصطلاح یه همچی وضعیتی درست نیست و به هر حال یه همچی خرجایی هم میشه در این وسط. به هر حال آقای طاهری ببینیم منظری رو که ما الان شاهدش هستیم، اعراب جنوب خلیج فارس، کشورهای عرب، روابط کامل با اسرائیل، اونایی هم که رسما ندارن روابط بسیار نزدیکی مثل قطر و بقیه جاها، این یکی. و دو، یعنی قرار بوده که شعارهای پرکشتاری که جمهوری اسلامی داد را قدس از کربلا میگذره، اسرائیل عملا همسایه ایران شده و این هم امر خجسته میتونه باشه، این روابط دوستانه‌ای که هر کشوری با هر کشور دیگه داره. برای یکی اینه، یکی تغییرات و نگاه و واشنگتن هست جدید و پایتخت‌های مهم دیگه جهان، و مهمتر این که جمهوری اسلامی همونطور که شما اشاره کردید اون قدرت یا اون نفوذ تروریستی یا هر چی که بوده سابقه نداره، نه در عراق، نه در یمن و نه در لبنان، دست و پنجه‌هاش کوتاه شده.
منطقه داره به یه سمت دیگه میره، در این سمت و سویی که منطقه داره میره تا چه اندازه واقعا تحمل پذیر ادامه اعمال و کردار جمهوری اسلامی مانند سالهایی که تا به حال انجام داد؟ تحمل پذیر نیست و الان هم کسی تحمل نمی کنه. مثلا میبینیم که عراق با مرزش رو با عربستان سعودی باز کرده ولی مرزش رو با ایران بسته. قرار بود سال گذشته ویزا بین ایران و عراق برداشته بشه، برداشته نشده ولی با ترکیه ویزا رو برداشتن. یعنی میدونید من به هر حال به خاطر سفرهای زیادی که به عراق کردم، کار زیادی، مطالب زیادی که راجبش نوشتم، تماسای نسبتا خوبی با عراقی ها دارم و میتونم بهتون بگم که همشون از جمهوری اسلامی دلخور و بیزارن و به هیچ وجه نمیخوان در راه جمهوری اسلامی باشن. ولی البته میدین عراق هر دولتی در تهران سر کار باشه مجبور با ایران رابطه خوب داشته باشه، میدین به خاطر دلایل قومی، دلایل منطقه‌ای، جغرافیایی و غیر. در بین سوریه هم که میدین حزب بعث سر کار، حزب بعث دشمن شماریه که ایران و ایرانی و شیعه بوده همیشه، اینو فراموش نکنید. بنابراین به هیچ وجه نمیشه به عنوان دوست جمهوری اسلامی تلقیشون کرد. حوتی ها یک نهضت زیدی هستن، زیدیه ضد اصلاح اشعریه هستن که به اصطلاح ما هستیم، یعنی اکثریت ایرانی هستن. یعنی واقعا من نمیفهمم که منظور از این کارا چیه. آقای خامنه ای من همیشه ازشون خواهش کردم که بیان بگن که ما این کارا رو کردیم، این منافع هم برامون داشته. یک، دو، سه، بفرمایید. میدونید هیچ وقت نتونستی این کارو بکنه. آقای طاهری ببینید، منظور من اینه، به هر حال همونطور که خود شما اشاره کردید، وقتی که مساله و منافعی هست ایدئولوژی های کنار میره. حتی القاعده که بسیار تندرو، یک تشکیلات سنی تندرو هست، میاد در کنار حکومت ایران بهره‌مند میشه از مواهب حکومت ایران. یعنی مرز بین یا حکومت ایران شیعه حمایت میکنه از القاعده و در مرحله گفته میشه داعش. حرف بر سر اینه که الان این تغییراتی که شده، چشمانداز آینده رو چطور شما میبینید؟ حکومت بی‌نفوذ ایران در منطقه، دوستی‌های جدید، آیا دیگه به همون سادگی میشه مماشات کرد با چنین حکومتی، چه آمریکا چه اروپا؟ یعنی چشمانداز آینده رو، وضعیت حکومت ایران رو چطور ارزیابی میکنه؟ داره اوضاع به چه سمتی میره؟ ببین در سطح بین المللی یه علامت سوال بزرگ روی آینده ایران هستش و سناریوهای مختلفی که میدونیم بحث میشه، از بدترین سناریوها، جنگ داخلی در ایران، تجزیه ایران و غیره صحبت میشه تا سناریوی قیام مردم ایران و پس گرفتن قدرت از گروه خمینیه و احیای ایران به عنوان یک ملت کشور. به همین جهت است که تمام قدرت ها، هم قدرت های منطقه‌ای و هم قدرت های بین المللی، یه حالت صبر کنیم ببینیم در مورد ایران اتخاذ کردن. مثلا چین میدونین ایران رو از این پروژه شاهراه جهانی که درست میکنه 53 کشور دوش هستن حذف کرده. میدونین چرا ایران فقط باید حذف بشه؟ روسیه به هیچ وجه حاضر نیست اون امتیازاتی رو که مثلا به ترکیه میده یا به هند میده یا به هر کشور دیگه به جمهوری اسلامی بده، کوچکترین امتیازی بهشون نمیده. قطر میگه من خیلی با جمهوری اسلامی دوست هستم، فلان هستم، مهمان هستم، ولی قراردادی رو که 3 سال پیش برای همکاری امنیتی امضا کرده بودن هنوز نبرده تصفیه بکنه و الان با عادی شدن روابطش با بقیه اعراب خلیج فارس این کار رو نخواهد کرد. یعنی جمهوری اسلامی بازنده 100% تو همه اینا، ولی در ضمن هم نمیتونه کاری بکنه، چون میدین فردا بیان میگن آقا ما اشتباه کردیم، ببخشید این غلطی بوده، میخوایم یه راه دیگه ای بریم. این دیگه حکم مرگ خمینی خواهد بود. یعنی گرفتاری بزرگ ما به عنوان یه ملت اینه که این چاهی رو که آقای خمینی کنده و کشور ما رو انداخته تهش چجوری پر کنیم و چجوری ایران رو از این چاه بیاریم بیرون. من معتقدم که بسیاری در داخل
رژیم اسلامی در بخش‌های سیاسیش، دیپلماتیکش، نظامیش، تجارتیش اینا میفهمن. میدونن همه که بیشعور نیستن، همه که ضد ایران نیستن، همه چون که خائن نیستن، همه چون که دوز و چپاولگر نیستن، ولی میفهمن که این راه به ترکستانه نه به کعبه، و میگردن، همه دارن میگردن که چطوری یه راه جدیدی رو پیدا بکنیم. متاسفانه رهبری کنونی در جمهوری اسلامی هیچ چیزی برای عرضه کردن نداره. بله، خب در طول تاریخ ملت‌های دیگه هم بودن و حتی خود ایران که درون چاهایی با حالا با نه به عمق ایران، به عمق این 42 ساله برای ایران گرفتار شده، یا ملت‌های دیگه مثل آلمان در چاهی که هیتلر کند گرفتار شدن، بیرون اومدن به همت مردمشون و اون چاه رو پر کردن و بر روی اون هم آینده روشن ساختن. سپاس بسیار داریم از شما آقای امیر طاهری گرامی و به امید دیدار در میان سفرهای متعددی که دارید در اروپا. با سپاس از شما. بینندگان گرامی، پی میگیریم تفسیر خبر رو با سخنی ادامه سخن من درباره رویدادهای اخیر در صدای آمریکا تا لحظاتی دیگر. بینندگان گرامی، ادامه سخن درباره صدای آمریکا. اول اینکه من این رو بگم، بنا به درخواست بسیاری از شما عزیزان هست، چون این سخنانی و سخن گفتن من درباره صدای آمریکا، رویدادهای درون اون، ساختار اون، مشکلاتی که داره و همه این موضوعات، ورنه وقت تفسیر خبر رو من مایل هستم و بودم و خواهم بود که به مسائل روز ایران بپردازیم، که البته این مسئله هم مسئله روز هست و مرتبط با ایران، چرا که به عنوان یک رسانه‌ای که به هر حال پنجره آمریکا تلقی میشه به سوی ایران، مهم هست، مورد توجه مردم ایران هست. به عنوان یک رسانه‌ای که به هر حال اینطور تلقی میشه که بازتاب دهنده اونچه که در واشنگتن میگذره هست، مهم هست، بوده و خواهد. صدای آمریکا همونطور که بسیاری از شما میدونید در ارتباط با آلمان هیتلری بپا شد در 1942. منشور اون بسیار مهم است، تغییراتی پیدا کرد در زمان جرالد فورد، موادی به اون اضافه شد، مفادی به اون اضافه شد، اصلاحاتی در اون به وجود اومد. پیام اصلی اگر من بخوام خلاصه کنم این منشورو، این هست که بازتاب دهنده ارزش‌ها یا معرفی ارزش‌های آمریکایی در رأس اونها آزادی و دموکراسی هست و حمایت از اونها در سراسر جهان به زبان‌های مختلف. بیش از 40 زبان صدای آمریکا برنامه عرضه میکنه، چه رادیویی چه تلویزیونی. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هم داستان دیگری داره، اما کم و بیش مشابه این که رادیو فردا بخشی از اون هست. متاسفانه به مرور زمان این تشکیلات که با هدف والای حمایت از آزادی و دموکراسی و معرفی مواهب آزادی و دموکراسی به پا شد، در اثر کجدار مریض ها و تفاوت سیاست های دولت وقت آمریکا، تبدیل به یک تشکیلات اداری شد. بر اساس منشور صدای آمریکا قرار نبود که صدای آمریکا به اصطلاح مبلغ یا پیشبرنده سیاست دولت وقت باشه، بلکه قرار بود معرف، گفتم، ارزش های آمریکایی و مردم آمریکا باشه. اسمش هست صدای آمریکا، نه صدای حزب دموکرات یا صدای حزب جمهوری‌خواه آمریکا. از مأموریت اصلی خودش به مرور منحرف شد و به تسلط موش‌های اداری در اومد، تبدیل به یک اداره شد که اهمیت چندانی دیگه سالها بود
نداشت تا اینکه بخش فارسی اون به اصطلاح بپا شد یا تجدید شد بعد از سالها تعطیلی. و اگر یادمون باشه حتی در رادیوی صدای آمریکا بخش فارسی اگر گفتاری بود از وزارت خارجه آمریکا این رو تأکید می‌کردن که این نقطه نظر رسمی دولت آمریکاست، یعنی بقیهش نقطه نظر رسمی دولت آمریکا نبود، نظرات مختلف جناح‌های مختلف جامعه آمریکایی. این موش‌های اداری کار رو به جایی رسوندن که شد یک اداره در تمام بخشاش، یک اداره‌ای که ضمناً برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی میداد و اهمیت چندانی نداشت که گفتم تا زمان بخش فارسی. زمانی که من دعوت شدم برای کمک کردن به گسترش بخش فارسی صدای آمریکا، حسن نیتی که در اون زمان بود، اینجا اسم میبرم، خانم شیلا گنجی، حسن نیتی که بود زمینه رو فراهم میکرد برای اجرای منشور صدای آمریکا، یعنی دست من مجری، من برنامه ساز رو باز میذاشت برای پیش بردن معرفی آزادی، معرفی دموکراسی، حمایت از گروه های آزادی خواه و حمایت از جنبش ها یا حرکت های مردم در ایران و جای جای چه در تهران چه جاهای دیگه ایران در سراسری. اون چی که اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی بیکار که نمی نشین، حملات بسیار گسترده به شخص من و به هر حال گروه تفسیر خبر. تفسیر خبر در عرض کمتر از یک سال پربیننده ترین برنامه فارسی زبان شد در شبکه‌های تلویزیونی خارج از کشور، به گواه تحقیقات خود منابع رسمی در خود آمریکا. 5 سال این بود و این خاری بود در چشم مسئولان جمهوری اسلامی که حتی کیهان تهران، کیهان تصرف شده تهران هم در صفحات اول خودش منعکس کرد. شما عزیزان در جریان هستید. در ادامه سیاست جمهوری اسلامی برای تصرف رادیوها و تلویزیونهای دولتهای دیگر اروپای آمریکا و اروپا، خب سیاستی رو پیش بردن و موفق شدن. این رو من بگم، در صدای آمریکا در باز شد، من دیروز اسمی بردم از آقای اسکر، آقای رامین اسکر و بقیه، به مرور درها باز شد به روی کسانی که از تهران آمد. یعنی من در صدای آمریکا منشی سعید مرتضوی هم به عنوان یکی از دبیران صدای آمریکا استخدام شد. کارمندان پرستیوی، کارمندان رسمن وزارت اطلاعات وارد صدای آمریکا شدند با حقوقهای بسیار کلان. رئیس وقت صدای آمریکا بخش فارسی کسی بود که برای من حیرت آور بود، هرچند که آمریکایی بود ولی به ضدیت با آمریکا و عاشقانه حامی حکومت ایران، و صدای آمریکا به چنین سمتی رفت. مأموران و فرستادگان جمهوری اسلامی با آقای رامین اسکر، نامی که به عنوان به مدیر بخش فارسی صدای آمریکا از وزارت خارجه آمریکا اومد، خیلی از کادوهای لابیست های جمهوری اسلامی هم در واشنگتن وارد بخش فارسی صدای آمریکا شد. پیش بردن و مقالات در اون زمان کم نبود که صدای آمریکا دیگه صدای آمریکا نیست، صدای ملایان تهرانه، صدای جمهوری اسلامیه. من و چند تن معدودی که بودیم در برابر این موج ایستادیم، اما کارساز نبود صدای آمریکا. گفتم از جایگاهی که داشت خارج شد و وقتی که به یک تشکیلات اداری فاسد تبدیل شد، طبعا معیارهای فساد و فساد برانگیز هست که باعث ترقی و پیشرفت میشه. به مرور کاردانی نقطه ضعف شد
بسیاری از عزیزانی که کاردون بودن از صدای آمریکا کنار گذاشته شدن در کادر فنی و کادر اجرایی. راه برای پیشرفت‌های ادارات فاسد و اداری فاسد باز شد. تملق، چاپلوسی و بقیه. من حیرت کردم زمانی که اسنادی رو طبق قانون در اختیار من گذاشتن دیدم. پرونده سازی های آغاز شد. دست بردن در ساعات حضور و غیاب، در ساعاتی که من جلو دوربین بودم، در اینجا اسناد هست که به عنوان غایب یا نبودن سرکار سند سازی کردم. آدم فروشی باب شد. اینها باعث ترقی در صدای آمریکا نه کاردانی. یک اصل مهم در همه تلویزیون‌های جهان مشترکه: بینندگان بیشتر. چه در تلویزیون‌های آمریکایی فاکس نیوز، چه سی ان ان، تی اف ان فرانسه، بی بی سی اینترنشنال، تلویزیون جمهوری اسلامی، همه و همه یک اصل مهم: بیننده بیشتر. اون یکی دموکراسی رو تبلیغ می‌کنه، یکی دعای کمیل رو، هر کی هر چیز. این اصل در صدای آمریکا مهمترین و تنها اصل مشترک تلویزیون‌ها و رسانه‌ها باعث ضعف بود. این رو باید از میان می‌بردن. و به همین دلیل بود که هر که کاردان بود، صحبت من نیست، بقیه عزیزان کنار گذاشته شدند. بیرون رفت. به طور نمونه من اگر اسم میبرم، افشین عزیز، افشین نریمان یکی از کاردانهای فنی بود، کاردان فنی و در کار تولید فنی بهتره به مرور و بسیاری دیگه. گفتم راه برای چاپلوسی، اینها عوامل پیشرفت شد نه حرفه‌ای. شبیه همون که ما در بعد از انقلاب به نحوی در، البته به طور دیگری ایدئولوژیک، در تلویزیون مصادره شده ایران دیدیم. و وقتی که چنین شد، آدم فروشی باب شد. در زمانی که ما در برابر این تصرفات جمهوری اسلامی، من و معدودی یکی دو نفر ایستادیم که چرا برنامه صدای آمریکای برنامه تفسیر خبر رو به مشاور احمدی نژاد برای بررسی میدید و بر اثر نظر او تصمیم میگیرید نصف کنید ساعت برنامه رو؟ چرا چنین میکنید؟ آدم فروشی ها آغاز شد. به طور مثال، من اگر اسم میبرم، به طور مثال خانم ستاره درخشش به مدیریت صدای آمریکا میرسه، چون پیشگام میشه در آدم فروشی، در اون زمان سوپروایزر بود در صدای آمریکا. سندهایی که در اختیار من قرار گرفت، دروغهایی که در این سند، سوال جوابهایی که ایشون میگه، کسانی، بانوانی که در طول تاریخ به ناچاری زندگی به اقداماتی شاید ناپسند دست زدن، در حرفه تاریخی خودشون معروف است، در سراسر جهان تن به آدم فروشی نداد در ارتباط با کسان دیگر. اما این زمینه‌ساز رفتن به کرسی مدیریت و در زمینه‌های دیگه و در بخش‌های دیگه. و چنین شد که صدای آمریکا از مأموریت اصلی خودش، از همراهی با آزادی و دموکراسی، که از زبان و فریاد مردم ایران برمیخواست، جدا شد و به اردوگاه مقابل جمهوری اسلامی پیوست، به اردوگاه شلیک کنندگان، به جان جوانان ایرانی پیوست. در عمل زمانی که باید تریبون و کرسی جوانان ایران میشد و مردم ایران میشد. و سرانجام اینکه از کسانی مانند من خواسته شد که با مبالغی که پرداخت میکنن و امتیازاتی که میدن در برابر دوربین صدای آمریکا اعلام کنم به دلایل شخصی کنار بیام. بس مسئله من نبود. اینجا اگر بازگو میکنم،
من هرگز نپذیرفت. حرف من این هست، صدای آمریکا اکنون دچار تغییراتی شده، اما به نظر نمیرسه، دست کم از نظر من، به همراهی با مردم ایران باز خواهد گشت. راهی جز جدا شدن از دولت وجود ندارد. آدم فروشی راهگشای رفتن به بالاست و بعد از ستاره درخشش موقتا چاپلوسی و تملق به جای او نشست. امیدوار هستم روزی رسانه‌های دولتی خارج از ایران بر اساس منشور خود، دست کم صدای آمریکا، عمل کنه. همراهی و حمایت با آزادی و دموکراسی و کسانی که در سراسر جهان در این مسیر تلاش میکنن، نه زمینه ای باشه و کرسی باشه برای حکومت ها و رژیم هایی مانند جمهوری اسلامی و در کنار آدم کشانی مانند گزمای حکومت ایران. برای صدای آمریکا، اگر خواستار رسیدن به چنین هدفی هست، راهی جز جدا شدن از دولت وجود نداره و بخش آزاد اداره کننده اون باشه با نظارت کامل آزادی و دموکراسی بر عمل کرده. سپاس از شما عزیزان که با ما همراه بودید در همه این سالها. با سپاس بسیار به پایان برنامه رسیدیم دوستان عزیز، اما گفتنی ها همچنان بسیار و من قطعا باز هم در صورت لزوم در این باره با شما عزیزان سخن خواهم. شما عزیزانی که درهای خونه های خودتون رو با اعتمادی که به من و همکارانم در تفسیر خبر داشتید گشودید و در این سالها همچنان درهای خانه های خود رو گشوده نگه داشتید و باز نگه داشتید. اهل چنین سخنی من نبودم از خود گفتن و درباره خود، اما نکته از اونجا مهم هست که مربوط میشه به مردمان ایران و مردمان آمریکا. قدر مشترکی که هر دو دارن احترام به مقام انسانی است، اونها که خواستار آزادی و دموکراسی هستند. روز گذشته، یعنی دو روز پیش، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا میشه انتقاد داشت یا نداشت بر عملکرد و سخنانشون، بحث دیگری است، اما امیدوارم توجه کرده باشید. راجع به مردم آمریکا یا ملت آمریکا صحبت کرد، به یک نکته اشاره کرد، تولد یک ملت اشاره کرد یا اکسپشنالیزم آمریکا. من فقط این رو میخوام توضیح بدم که در آمریکا گفته میشه بر اساس آزادی خواهی بوده که ملت تازه‌ای به وجود اومد. با همه انتقادها و مشکلاتی که هست و همه اینها، آزادی مهم هست. زمان بسیار محور اصلی سیاست خارجی آمریکا بود، اما در صدای آمریکا چنین نبود دوره. و امیدواریم روزی روزگاری همه جهان و همه صداها همراه و حامی آزادی خواهان و دموکراسی خواهان در ایران باشند، جوانان نازنینی. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد